دوستان عزیز سلام، انشالله که حال همگی شما خوب و خوش باشه. حسین آقا حسینی هستم با یک ویدیو جدید از مجموع ویدیوهای بیولوژی. امروز قرار هست در مورد آنتیبیوتیک تولیدی از مورچه ها صحبت بکنیم و توضیح بدیم که به چه ترتیب مورچه ها میتونن آنتیبیوتیک تولید کنند و این آنتیبیوتیک خاصیت آفت زدائی و از بین بردن عامل‌های بیماریزا در گیاهان داره. مورچه آنتیبیوتیک تولید میکنه، آنتیبیوتیک آفت‌های گیاهی را از بین میبره. نتیجه یک تحقیق را با شما شریک میسازیم بر اساس مقالات. اگر شما برای اولین بار دارین این ویدیو رو میبینین، اگر علاقمند به موضوعات بیولوژی هستین، ما در آینده موضوعات کاربردی تری رو هم خواهیم گفت. میتونیم کانال سابسکرایب کنیم، به دوستا هم بفرستیم. خب بریم طرف موضوع. بر اساس تحقیقی که دانشمندا یا محققین دانمارکی آمدن انجام دادن از دانشگاه آرهوس دانمارک، به این نتیجه رسیدن که مورچه ها میتونن آنتیبیوتیک رو تولید کنن که آنتیبیوتیک خاصیت از بین بردن آفت های گیاهی داره، از بین بردن باکتری های گیاهی داره و میتونه خیلی از عامل های بیماریزای گیاهی از بین ببره. بر اساس تحقیقی که انجام شده، گفته شده وجود مورچه ها روی درخت ها و گیاهان، همی که وجود داشته باشن راه برن روی از اینا، نه تنها مزرنیه بلکه چیزی در حدود 14 نوع بیماری گیاهی جلو از اون میگیره، ممانعت میکنه از چیزی در حدود 14 نوع بیماری گیاهی. گرچه وقتی که کشاورزا یا زراعت پیشه ها کار میکنن روی مزارع و یا روی محصولات کشاورزی خود، حال چه در گلخانه چه در روی مزرعه یا زمین زراعتی، مورچه ها رو مشاهده میکنن، خیلی برای از اونو خوشایند نیه، خیلی خوشحال کننده نیه. اما جالب اینه که بر اساس تحقیقاتی که انجام شده، مشخص شده حضور مورچه ها خیلی مفیده. بزرگترین، یکی از جمله بزرگ، حالا ممکنه در آینده هم خوبیت های دیگه هم داشته باشن، یکی از جمله بزرگترین فایده های مورچه ها اینه که اینها در حقیقت میتونن آنتیبیوتیک تولید کنن و این آنتیبیوتیک خاصیت از بین بردن عامل های بیماریزایی گیاهی داره. این آنتیبیوتیک رو تونستن تا حدودی خالص بسازن و در آینده هم قرار روی ازی کار کنن که در حقیقت کاربردهای تجاری ویژه هم در آینده داشته باشه و بتونن به عنوان یک آنتیبیوتیک بایو، یک آنتیبیوتیک زیستی یا حیاتی، ایر بتونن به عنوان یک آفت کش، به عنوان یک کشنده عامل های بیماریزا در حقیقت به بازار عرضه کنه. جالب اینه که مورچه ها در اثر روابط اجتماعی که با هم دارن، در اثر حرکت کردن، خیلی با هم دیگه در ارتباط هستن. گاهی وقتا ما ممکن از روی مثلا کنجکاوی این حرکت این مورچه ها رو بیایم نگاه کنیم، دقت کنیم، میبینیم که با هم دیگه زیاد در تماس هستن. چون با هم دیگه در تماس هستن، خیلی از بیماری های واگیردار به هم دیگه منتقل میکنن و جالب اینه که بدن مورچه ها طوری تعبیه شده، طوری ساخته شده که حاوی قده هایی هست که این قده ها در حقیقت میتونن آنتیبیوتیک تولید کنن. چون اینها خیلی با هم دیگه در تماس هستن، بیماری های واگیردار به هم دیگه منتقل میکنن. قده های از این مورچه ها آنتیبیوتیک های تولید میکنه که باعث میشه که در حقیقت جلو خیلی از بیماری های واگیردار رو بگیره و میتونه جلو به عنوان عامل کشنده برای خیلی از باکتری هایی باشه که ممکنه مورچه ها مریض کنه یا از بین ببره. در حقیقت مورچه ها این آنتیبیوتیک هم برای خود از اینو مفید واقع میشه و هم برای گیاهان. محققان دانمارکی با این مطالعه که انجام دادن فهمیدن که حضور مورچه ها روی گیاهان و روی درختان میتونه 14 نوع بیماری مختلف رو همونطور که توضیح دادیم پیشگیری کنه، جلوگیری کنه و خطر ابتلا به بیماری ها در گیاهان حدود 59% کاهش بده. یعنی اگر مورچه ها روی گیاهان باشن، روی درختان وجود داشته باشن، در حقیقت باعث کاهش 59% عامل های بیماریزا خواهد شد. به طور مثال یک مثال آورده، گفته حضور مورچه روی درختان سیب باعث از بین بردن دو نوع باکتری میشه که موجب پوسیدگی و همچنین ایجاد زخم روی درختان سیب میشه. مورچه حضور داشته باشن، این باکتری از بین میره، دیگه پوسیدگی و زخم در اونها به وجود نمیاد. اما این آنتیبیوتیک از کجا میه؟ این آنتیبیوتیک در حقیقت از فرمونهای خارج شده از مورچه
در حقیقت آزاد میشه. مورچه ها برای اینکه که با همدیگه ارتباط برقرار کنن یک مواد شیمیایی را از خود استخراج میکنن به اسم فرمون ها که گاهی وقتا اونا به نام ترکیبات دیگه مربوطه داره به نام اسید فرمیک یا اسید مورچه هم میگیم، یک ترکیب مشابه از اونه، بوی از اون قطعا ما تا حالا متوجه شدیم، اما در کنار از این ترکیبات دیگه هم هست که اونها آنتی بیوتیک هستن. در حقیقت همین ترکیبات آنتی بیوتیک داخل فرمون ها هستن، در کنار از اینکه اسید فرمیک وجود داره این ترکیبات آنتی بیوتیک هم هستن. فرمون ها در حقیقت ترکیبات شیمیایی هستند که به عنوان عامل‌های درون نوعی مورچه‌ها بین همدیگه اونا رو استفاده می‌کنن تا با همدیگه مخابره کنن، ارتباط برقرار کنن و در حقیقت یک سری ریاکشن‌ها یا واکنش‌های رفتاری کوتاه توسط همین فرمون‌ها داشته باشه. فهمیدن که فرمون‌هایی که برای از این کار استفاده میشه تا بتونن مکان خود روی درخت پیدا بکنن مورچه‌ها، در حقیقت هر جایی که مورچه حرکت کنه همین فرمون هم هست و اونجا آنتی بیوتیک و باعث کشتن در حقیقت عامل‌های بیماریزا میشه. امید بر این هست که در آینده بتونن این خالص سازی کنن و از این آنتی بیوتیک در حقیقت به عنوان یک آنتی بیوتیکی که داره کمترین عوارض هست، داره حداقل عوارض، به عنوان آنتی بیوتیک‌های بایو یا آنتی بیوتیک‌های زیستی استفاده کنن تا جلو خیلی از بیماری‌های گیاهی بگیرن. سالانه میلیون‌ها دلار در کشورهای مختلف صرف از بین بردن آفتکش‌ها میشه. این میتونه به عنوان یک عامل در حقیقت بسیار خوب در آینده محسوب بشه تا جلو خیلی از بیماری ها در حقیقت بگیره و کمک اقتصادی خیلی ویژه‌ای رو هم به زراعت زارعین قرار بده، در اختیار از اونها قرار بده و همچنین در کشورهایی که یک مقدار زیادی چرخ اقتصادی از اونها بر اساس در حقیقت تولیدات زراعتی از اونها هست بتونه کمک کننده باشه. من خبری که در این سایت پخش شده و مقالاتی هم که در این رابطه به نشر رسیده در کامنت ها برای شما پین میکنم، میتونیم مراجعه کنیم. خود شما میتونیم در حقیقت این عنوان انگلیسی از اون Antibiotic from Ants میتونیم خیلی ساده سرچ کنیم، مقالات برای شما میتونیم در این حوزه مطالعه کنیم. سوال پیشنهاد اگر داشتیم در کامنت ها مطرح کنیم. اگر علاقمند به کانال هستیم کانال سابسکرایب کنید تا از ویدیوهای بعدی مطلع بشین. موفق و پیروز باشین. روز همگی شما بخیر. خدا نگهدار.